دوستان و بینندگان عزیز سلام و وقتان بخیر. به این بخش از برنامه بهسو ژورنال خوش آمدید. ما در بهسو ژورنال در کنار دیگر برنامه ها به معرفی افراد نخبه و تاثیرگذار تاریخی، فرهنگی و سیاسی بهسو دین میپردازیم و اینجا به معرفی یکی از نخبه های بهسو میپردازیم که در عصر ما کمتر شناخته شده است. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و برای حمایت از بهسو ژورنال لایک، کامنت و سابسکرایب را فراموش نکنید. ماجرای زندگی میرزان بخش بهسودی و خانمش آمازون، قسمت اول. دهکده سرسبز و شاداب خارزار تقریبا در 120 کیلومتری کابل و 70 کیلومتری بامیان در امتداد دره سیاسنگ و در نزدیکی کوتل معروف حاجی گگ موقع دارد. معدن بزرگ آهن حاجی گگ در 20 کیلومتری آن قرار گرفته است. در این دهکده کوچک و گمنام روزگار مردان زندگی کردند که در سطح منطقه دارای اسم و رسم بودند و در تاریخ محلی هم نقش مهم داشتند. در سالهای سلس نخست سده 19 در خارزار مرد زندگی میکرد که نامش یزدان بخش بود. پدرش میرولی بیگ از بزرگان منطقه خود به حساب میرفت. یزدان بخش با همه شهرت و نفوذ محلی که داشت نظر به شرایط وقت در تاریخ وطن ما زیاد شناخته شده نیست و معلومات اندک در منابع داخلی راجع به او وجود دارد. اما چارلز میسن، نویسنده انگلیسی که به بلوچستان، افغانستان و پنجاب سفر کرده و گزارش های سفر خود را تحت عنوان داستان سفرهای مختلف در بلوچستان، افغانستان و پنجاب در سال 1844 در کتاب در لندن به چاپ رساند. او در این کتاب معلومات دقیق و نسبتاً قابل توجهی راجع به میرزان بخش در اختیار تاریخ کشور ما میگذارد. سفر میسن و افغانستان که میخواست از بامیان دیدن نماید و سال 1832 برمیگردد. در این هنگام امیر دوست محمد خان زمام امور کشور را در دست داشت و برای از من برداشتن رقیبان خود فکر میکرد. یکی از امیرای محلی که دوست محمد خان از او در تشویش به سر می برد میریازن بخش بهسودی بود. میریازن بخش در دامنه های جنوب و شمالی کوهی بابا، قسمت های از بهسود، مناطق حصه اول بهسود، سیاسنگ، کالو و بامیان را در اختیار داشت. میریازن بخش در واقع برای نخستین بار یک نوع وحدت و یک نوع پارچگی اقتدار آفرین و قابل توجهی را بین تمامی هزارها یا اقل در سطح بسیار گسترده در بین هزارها وجود دارد. ساحه و قلمرو نفوذ میری یزدان بخش از سرچشمه آغاز می شد و تا بامیان امتداد پیدا می کرد، حتی تا شیخ خلیج قیقوژیگی، و یک ساحه بسیار وسیعی بود و تمامی خوانین و میرهای هزاره که پیش از او در یک حالتی از تشتت، در یک حالتی از افتراق و چندستگی به سر می بردند، به نحوی زیر نفوذ میری یزدان بخش قرار گرفتند و تابع اوامر و فرامین ایشان شدند و به قسم یک پارچگی و وحدت در بین مناطق هزاره نشین به وجود آمد که به شدت خلق اقتدار کرد برای هزاره ها و نه تنها هزاره ها، حتی شیعیان کابل، شیعیان چندابول که تا پیش از او چندان در مناسبات قدرت مورد توجه قرار
نمی گرفتن. هر از چندی از جانب کسانی که در کابل بودن یا کسانی که در کردامر شمالی زندگی میکردن و اهل تشیع نبودن به بهانه مذهب مورد هجوم و هجمه قرار میگرفتن. حتی برای این دسته از افراد که در کابل زندگی میکردن یک حالتی از سربلندی و افتخار و قدرت خلق کرد. قسمی که دوست محمد خان نگاهش حتی نسبت به شیعیان کابل هم فرق کرد. شیعیان کابل هم در واقع یک نوع پشتوانه پیدا کردند و خیلی از اونها برای اینزی که فکر میکردن چه بسا در کابل همیشه یه امنیت برایشون باقی نمانه و بالفعل هزار جا به عنوان یک پایگاه و به عنوان یک پشتوانه برای شیعیان قرار گرفته آمدن، زمین خریدن در هزار جا و در اونجا سعی کردن برای روز مبادا و برای روزهای سختی و شدت یک پناهگاه و تکیگاهی داشته باشن. چیزی که دوست محمد خان رو به شدت حراس و دچار حراس ساخت همین قدرت و اقتداری بود که در اثر مدیریت به کیاست میری از دنبرش در بین هزارها و شیعیان به وجود آمد. سرانجام در این نتیجه رسید که از نزدیکی میر با جوانشیرها استفاده نماید و او را و کابل دعوت نموده و کارش را یکسره سازد. لذا از چند تن افراد متنفذ چنداول خواست تا میر را قانع سازد که دعوت امیر را به کابل بپذیرد و دیدار از کابل داشته باشد. نمایندگان امیر دوست محمد خان دعوت را با یک قرآن که امیرشان مهر کرده بود و سلامت میر یزدان بخش را تضمین می کرد و او سپرده. میر دعوت را می پذیرد و آماده سفر به کابل می گردد. زنش که دختر یک میر دیگر بود او را از سفر به کابل منع می کند و می گوید به این مردم زور آور نباید اعتماد کرد. این زن بسیار هوشیار و دلاوری بود و همیشه لباس مردانه بتن می کرد. از صلاح زنت می بست و شوهرش را در مشکلات یاری می رسانید. میسن در کتابش این زن را آمازون لقب داده که زن قد بلند، قوی و با صفات مردانه را معنا می دهد. چون میر به حرف زنش گوش نداد پس آمازون تصمیم گرفت شوهرش را در سفر کابل همراهی کند. میر و زنش به کابل رسیدند و امیر دوست محمد خان از آنان به خوبی پذیرایی می کند. ولی در اولین فرصت مناسب هر دو را زندانی نمود و تصمیم به اعدام میر می گیرد. میر این نکته را دریافته بود که امیر هم پول دوست است و هم به پول احتیاج فراوان دارد. لذا به او پیغام می فرستد که اگر امیر او را رها نماید مبلغ 50,000 روپیه از خارزار برایش خواهد فرستاد. امیر این پیشنهاد را پذیرفت و از اعدام او منصرف شد. در جریان این گفتگوها قبل از این که موضوع ضمانت او به اکمال برسد میر یزدان بخش موفق به فرار می گردد و خود را به خارزار می رساند. امیر از این پیش آمد خشمگین می شود و تصمیم گرفت آمازون زن میر یزدان بخش را به قتل برساند. بنابراین دستور احضار او را صادر کرد. زن یزدان بخش احضار شد و مورد سرزنش شدید قرار گرفت. ولی با جرأت تمام در برابر میر ایستاد و گفت ای امیر خجالت نمی کشی که در مقابل یک زن اسیر چنین برخورد می کنی؟ می گویند امیر از این حرف زن خجالت کشید و سر به زیر افکند و همچنان حاضرین دربار نیز با چشم ملامت به سوی امیر دوست محمد خان می دیدند. بنیان کدورت خود امیر دوست محمد خان می گذارند به چند دلیل، دلایل مختلف دارند. از جمله سه دلیلش ها که کتاب مهنلال کشمیری یک دیپلمات انگلیسی بودن در افغانستان به عنوان تاریخ نویس و واقع نگار بودن و این حضور داشتن
و میر یزدان بخش سالانه 40,000 روپیه مالیات اجاره میگرفتن از حکومت امیر دوست محمد خان. ولی امیر دوست محمد خان به خاطر از اینکه این بزرگی هزاره را از بین ببرن دلایل مختلف دارن. یکی از دلایلش ایستن که میر بهادر میر یزدان بخش ارتباطی با بزرگای ازبک، ترکمن و مخصوصا شاه مراد بیگ بخارا که صفات شمال در سمت قندوز و تخار و بدخشان نفوذ داشتن با اینا ارتباط داشتن. و از طرف دیگه در دربار امیر دوست محمد خان چون بنیانش از دوره امیرشاه تیمورشا گذاشته شدن غلام بچه های هزاره، قزلباش، ترک در دربار امیر دوست محمد خان خدمت میکردن و چون اینا با امیر دوست محمد خان در تماس بودن بزرگ بل غلام بچه های هزاره به عنوان عسکر و امیر دوست محمد خان احساس خطر یا ترس از قدرت میر یزدان بخش در بهسود میکردن به او خاطر طرح نابودی میر یزدان بخش. این بود قسمت اولی از زندگی میر یزدان بخش بهسودی که تقدیم شما دوستان کردیم. اما بخش دوم و پایانی ماجرای زندگی میر یزدان بخش بهسودی که در واقع قسمت های جالب هم دارد و حکایتگر چگونگی پایان زندگی این میری با اقتدار بهسودی را هم روایت می کند در یک برنامه و ویدیوی جداگانه خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. پس با بهسود جورنال باشید تا با بهسودین آشنا شوید. تشکر از اینکه تا این دمی از برنامه با ما بودید.